سلام و درود خدمت همه دوستان همراهان همیشگی صفحه تحلیل تکنیکال رضا خانتاراج هستم با وبینار آنلاین دیگه به قول معروف وبینار زنده دیگه در خدمت شما هستم بسیار خوشحالم از اینکه میبینم توی کامنت ها بچه هایی که برای بار اول مثل سینا عزیز که در خدمتشون هستیم بسیار خوشحالم خوش آمد میگم یه خوش آمد ویژه به بچه هایی که بار اولشون و به بچه هایی که دیگه به قول معروف وبینارهای هفتگی برای خودشون و هر هفته میان اینجا با سوالای خوبشون با حرفای خوبشون در واقع میان و به ما انرژی میدن امروز چند تا مطلب بسیار مهم رو میخوام مرور کنم به صورت سرفصلوار مرور میکنم خیلی اذیتتون نمیکنم اما میخوام چیزایی که در واقع فاندامنتال یا اون اخبارایی که هست رو یه مقدار باستر کنم به بچه ها این ایده رو بدم که چقدر مسائل میتونه جالب تر از این باشه اول از همه مهمترین بحث اقتصادی دنیا این روزا این ترید وار یا جنگ اقتصادی بین آمریکا و چینه اگه تصویر یه مقدار کن میرسه فر شد جان به خاطر سرعت اینترنت اصلا مشکلی نیست من سعی میکنم صحبت یه مقدار جلوتر از تصاویر باشه که شما راحت تر ببینی اما به صورت کلی این یه مقدار به خاطر اختلاف زمانی و مکانی که ما با هم داریم یکی دو ثانیه شاید دیر برسه اما مشکلی نداره بعضا برطرف میشه پس مهمترین بحثی که الان کل دنیا باش درگیره میتونم بگم دو تا قدرت تجاری اقتصادی حالا هر اسمی که روش بذاری دو تا قطب اصلی دنیا چین یه طرف آمریکا یه طرف با هم وارد جنگ اقتصادی شدن این تعرفه میذاره روی ورود های اون یکی اون یکی تعرفه میذاره چندین بار با هم صحبت کردن پرزیدنت ترامپ نمیدونم پرزیدنت شی اعلام کرده که در واقع به یه تفاهماتی رسیدن اما دوباره اون طرف مقابل اعلام کرده که نه تفاهمی نیست همه این قصه همه این قصه از یه جا شروع شد همه این در واقع میتونم بگم جنگ تجاری آمریکا و چین از یه نقطه شروع شد یه نقطه بسیار مهم و اون کمپانی بود به نام هواوی حتما شنیدین گوشی های سمارتفون درست میکنه به نظر من شاید عامل اصلی این جنگ تجاری هواوی باشه حتما شنیدین خیلی ها به خاطر در واقع اولا که اتفاقی که افتاد سی او این کمپانی تو آمریکا دستگیر شد تو کانادا فکر می‌کنم دستگیر شد اومد دادگاهی شد به خاطر در واقع نقض تحریم‌های ایران به خاطر سه چهار تا مورد دیگه اما یه نکته بسیار مهم میخوام امروز بهتون بگم و اون چارت مربوط به فروش اسمارتفون کمپانی کمپانی یه کمپانی خیلی قویه از سالهای گذشته من چارتای قدیم رو داشتم اما تمرکزم رو چارتای دو سال اخیرشه که اومده گوی سبقت رو همونجوری که میبینی هواوی الان این خط میتونم بگم آبی دومه دومی اولی سامسونگ دومی هواوی سومی اپله تو آخرهای سال 2018 کاملا فروش اپل به سمت شیب منفی رفت و برعکس الان هواوی شده کمپانی دوم فروش در واقع سمارت فون دلایل مختلفی این داره یه مقدار عدم نوآوری توی گوشی های آیفون شاید تاثیرش باشه تاثیر مهمترش اینه که هواوی داره به تکنولوژیایی دست پیدا میکنه که تکنولوژی های برتریه نسبت به آیفون اولین کمپانی دنیاست پس این چارت خیلی قشنگه این چارت خیلی قشنگ داره نشون میده که این کمپانی چقدر داره خوب عمل میکنه بازار چین رو کامل گرفته بازار چین میتونم بگم یه بازار بسیار شما نگاه کن دو بیلیون نفر دو میلیارد نفر دارن اونجا زندگی میکنن تقریبا میتونم بگم اکثر کمپانیا بازار چین رو دوست دارن بهش برسن چرا به خاطر اینکه خریدار بیشتری برای محصولاتشون هست رقابت بیشتری دارن پس بنابراین خیلی مهمه برای یه کمپانی مثل اپل که اونجا در واقع دیگه به خاطر تحریمایی که وجود داره به خاطر در واقع تعرفه هایی که وجود داره کمتر میتونه فعالیت بکنه پس این جنگ از اینجا شروع شد از اینجا شروع شد اما جنگ سر یه تکنولوژی به نام 5G اگه تا حالا اسمش شنیدین که قطعا شنیدین میتونم بگم جنگ میتونم بگم اه... یه اصر جدیدی ما چندین اصر داشتیم اصر کشاورزی داشتیم اگریکالچر داشتیم اصر صنعتی شدن داشتیم اصر اینترنت و کامپیوتر داشتیم اصر فضا داشتیم اما این چیزیه که ظرف ده سال آینده بسیاری از کمپانی ها 5G رو نیاز دارن 5G چیه؟ احتمالا شما ی جی دو جی g جی فور جی رو الان همه تون رو اسمارت فوناتون دارین تجربه میکنی اما 5G قدم رو فراتر میذاره یه بهترین تعریفی که در واقع گشتم و دیدم برای 5G سرعتش بود که برای اغلب بچه ها میتونه در واقع این سرعت قابل لمستر باشه 5G در واقع چیزیه که اینترنتیه که سرعتیه که ماورای اون چیزی که ما میتونیم تصور کنیم و توی تمام در واقع زندگی ما نموب داشته باشه یکی از کمپانیایی که داره روی این صنعت کار میکنه روی این تکنولوژی 5G و گوشیاش داره میاد بیرون هواویه تقریبا میتونم مثال بزنم این رقابت تو اولین 5G اومدن بیرون بین اپل سامسونگ هواوی تو در واقع اولین در واقع فضا نوردی که حالا آمریکا و روسیه اون زمان دوستاشم بفرستن به فضا پس خیلی مهمه خیلی مهمه و امریکا دوست نداره به عنوان جایی به عنوان محدی که اینترنت خب از اینجا اومده بیرون در واقع خیلی از کمپانیهای تک از آمریکا اومدن بیرون این قافیه رو ببازه چون میتونه در واقع یه برتری عظیمی به کشور چین بده بخاطر اینکه اون اونجا بمونه پس این ترید وار تقریبا میتونم بگم شاید یه بخش عمده ای از این ترید وار هدفش رو این تکنولوژی جدید باشه که خیلی نمیدونن فکر میکنن فقط قضیه صادرات و وارداته اما اینجا بحث یه تکنولوژی برتریه که در آینده شما خونت رو در واقع هوشمند میکنی اتومبیل در دسته سی، تلفن فون کال اچ تماس میگیری و سا. و انقدر در واقع میتونم بگم این تکنولوژی میتونه چیزهای جالبتری تو زندگی ما بیاره که الان حتی ما شاید فکرش رو هم نکنیم حتی در واقع میتونم بگم فناوری گوشی همراه قرار عوض خیلی از در واقع کارهای روباتیک عوض میشه به خاطر اینکه کلاود بیسه به خاطر اینکه سرعتش برای تصور چیزیه که ما فکر میکنیم الان ماکسیموم سرعتی که شاید من الان اینترنت هم اینترنت ترید استیشن هم 300 مگابایته خب اگه این 5G بشه مینیموم تا هزار گیگابایت میتونه بره پس اصلا چیز عجیب و غریب یه ماورای اون چیزی که تصور میکنیم و ما فقط اینترنت دسترسی به اینترنت رو داریم صحبت میکنیم ما وقتی میریم تو صنایع خودروسازی صنایع هوافضایی صنایع های تک میلیتاری ستلایت اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشه پس بنابراین یکی از مهمترین این اهداف ترید وار همین تکنولوژی برتر این از ترید وار آمریکا و چین که فعلا امروز دوباره دو پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که هنوز به نتیجه ای نرسیدن باید ببینیم به حال یه جنگ تجاری آمریکا روی سری چیز تعرفه میذاره چین روی سری چیز تعرفه میذاره چینیا اومدن آیفون ها رو شیکوندن رفتن گوشی ها. حتی من شنیدم بعضی از کمپانی ها تو چین دارن در واقع به کارمنداشون میگن که شما افزایش حقوق پیدا خواهی کرد 20 درصد اگه گوشی آیفونتو بذاری کنار بیای هواوی بگیری ببینید چقدر این تکنولوژی و بومی سازی تکنولوژی برای یک کشور میتونه ارزش داشته باشه بسیار مهمه این از اولین بحث فاندامنتالی هفته اما بحث دوم هفته راجع ایران و آمریکا خیلی از بچه ها سوال میکنن چه اتفاقی میفته جنگ میشه چه داستانی داره تا کجا این ماهیت پیش میره چقدر دلار ایران میره بالا یه نکته ای که راجب دلار قیمت دلار داخل ایران بگم قیمت دلار داخل ایران خیلی تابع قوانین خاصی نیست دست دلالوازیه دست در واقع دولت بزرگترین دلال دلاره که ارز گم میشه توش نمیدونم میده دست یکی بفروشه تو یه نفر تو دفتر یکی کارت خون پیدا میشه بشکه نفت پیدا میکنن از خونه یه نفر چیزای عجیب غریب پس خیلی نمیتونیم ما دنبال محاسبه ای بگردیم که بگیم دلار رسیده به سقف 14 هزار تومن اینجا متوقف میشه نه بسیار در واقع میتونم بگم رفتار دلار افزایش قیمت دلار توی دههای گذشته تو ایران تابع رفتار کاملا احساسی خریداران بوده حتی فروشنده ها هم نه چون فروشنده فقط دولت یه عرض محدودیه ساپلای دیمند هم کاملا اونجا در واقع عرض کاملا محدوده عرض هر روز داره کمتر میشه چرا چون تعداد بشکی نفت کمتر ایران داره میفروشه پس عرضه دلاری داره کمتر میشه تقاضا هی مرتب داره بیشتر میشه و بازار کاملا آشفته نموداری که میتونین ببینین تو نمودار دلار ایران کاملا سعودیه هر کسی میگه نزول داره میره به اون سخت میرسه میرز... میریزه یه پیشبینیه فقط هیچ چیزی اگر حرکت بکنه به سمت بالا هیچ چیزی تقریبا هیچ قدرتی نمیتونه اون رو نگه داره به خاطر اینکه کاملا یه منحنیه که عرضه محدود و هر روز داره کمتر میشه عرضه و از اون ور تقاضا هی داره هر روز بیشتر میشه تقاضا برای دلار بیشتر 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 قیمت هرچی بالاتر میره به نظر من تقاضا بیشتر میشه یعنی رابطه معکوسه. داره این از قیمت دلار اما دلیل اصلی دقیقا دقیقا کیوان جان یکی از چیزهایی که همین الان میخواستم بگم در واقع هواوی خودش داره به ایران تجهیزات مخابراتی میفروشه و یکی از دلایلی هم که در واقع اون سی او سی افوش دستگیر شد همین بود که به ایران داره تجهیزات مخابراتی میفروشه پس من یه کانکشنی هم بین این دوتا قضیه میبینم که حالا فشارهای روی ایران چون چین یکی از بزرگترین صادر کننده و یا میتونم بگم ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصولات چینیه بلا هر کسی این رو در واقع حالا یه موقع نفتش رو چین میخرید الان نفتش رو هم نمیخره تقریبا به صفر رسیده که نفت کشا توی بندرهای چین در واقع سرگردونن اما نکته بسیار مهم این دوتا در واقع تنش بین ایران و آمریکا و چین و آمریکا و ایران داره در یه زمان اتفاق میافته خیلی جالبه یه مقدار بعضی وقت ما اخبار رو میشنویم, میشنویم بشینیم تجزیه و تحلیل کنیم اما خب بازار ایران تنش بین آمریکا و ایران زیاد بشه به نظرتون به صرف کیه به نفع کیه قطعا به صرف آمریکا چرا چون کشورهای حوزه خلیج فارس میان چیکار میکنن میان آشفته میشن تو اون آشفته بازار آمریکا میتونه سلاح های بیشتری بفروشه یه گزارشی میخوندم پیدا نکردم الان براتون آماده کنم اما تو بلومبرگ گذاشته بود خیلی جالب بود میزان خرید سلاح تو شیش ماه گذشته کشور عربستان عراق و اگه اشتباه نکنم عمان خیلی جالب بود اصلا رقمای عجیب و غریبی ترسیدن میخرن سلاح میخرن کی میفروشه آمریکا میفروشه حالا یکی از بچه هم میبینم اینجا میگه که ایران شاید در واقع چیز واسطه گری میگیره از آمریکا اما خب بعیده در نظر اما خب برحال همه چی در مورد بیزینسه خود صنعت نظامی تو آمریکا یه بیزینسه و کاملا تولید میکنن میفروشن از آب گلالودم کاملا میشه ماهی گرفت کشورایی که سرمایه دارن میترسن با یه تنش کوچیک مثل تریدرهایی که با یه دونه بالا پایین شدن یه پیپ دو پیپ بالا پایین شدن قیمت سری میان معاملشون رو جابجا میکنن برعکس میکنن اونا هم همین کار رو میکنن کسی که سرمایه داره با یه تنش کوچیک میره 150 میلیارد دلار نمیدونم اسلحه میخره حالا نمیدونم اون اسلحه به چه دردش میخوره تفنگ کلته کمری میخره به چه دردت میخوره نمیدونم چون جنگایی که از این به بعد اتفاق میفته جنگایی نیست که یه دی سرباز حمله کنن با نیزه تو تفنگ و, و اسلحه برن حمله کنن یه جای دیگه جنگای موشکی جنگای تکنولوژیکیه یه چیز اشتباهی که میگم کشوری که در واقع کاملا وابسته به بیگانگان باشه اینجوریه میشه یه کشوری که هرچی بهش دیکته میکنن رو قبول میکنه و خب کمک میکنه به تجارت یک کشور دیگه خب آمریکا هم از این وضع داره استفاده میکنه کاملا داره از این فشار شاید به نظر من بیشتر از اینکه آمریکا فکر جنگ با ایران باشه در حال حاضر برعکس اون چیزی که مردم فکر میکنن بیشتر فکر اینه که بیشتر بفروشه سلاح بفروشه و کاملاهم هم میک سنس میکنه علی uh, میگه تو هشت سال دوره اوباما 400 میلیون سلاح فروخته ولی تو دوره ترامپ 400 میلیارد دلار ببین رقمی که من دیدم خیلی بیشتر از 400 میلیارد بود حداقل چون اینا رقمایی که خیلی دقیق نیست تا وقتی که تموم نشه این دوران خیلی پابلیش نمیشه که من و شما متوجه شیم و یه مقدار شاید اینا رو باید بذاریم در دراز مدت در واقع بررسی کنیم اما نکته بعد نکته فاندامنتال بعد در واقع میتونم بگم انتخابات پارلمان اروپا بود که نتایجش هم اومده خیلی از بچه ها تو اروپا زندگی میکنن میتونن نتایج رو بررسی میکنن به نظر میرسه پوپولیستا در واقع گرفتن کرسی ها رو دوستا اتفاق مهم تو هفته گذشته تو اروپا افتاد برگزیت ترزا می رفت و در واقع باید ببینیم جانشینش کی میشه کربن میشه کربن میشه می که اصلا میتونم بگم بریتانیا وارد یه مرحله های جدیدی داره میشه یه برگزیت اعلام شد چندین سال دست و پنجه نرم کرده کلی هزینه شده صفر نقطه صفره و هیچی به هیچی نمیرسه و خیلی از کارشناسا یکیشون خود منم شاید پیش کنم که اصلا به یه نقطه میرسه دوباره یه رایگیری برگزیت میزنن مردم میگن نه خیالشون راحت میشه میفهمن همه این سالا علکی در واقع وقت صرف کردن این نتایج انتخابات اروپا هست. اگر میخواین بدونین راحت توی گوگل میتونین بزنی یورپن پارلمنت در واقع الکشن ریزالت به صورت لایف کاملا میاره کاملا انتخابات تمام شده و مشخصه که در واقع ای پی پی اون هر کدوم از اینا رو هم بزنیم کاملا میاد در واقع پیپل پارتی با حد اکثر 24 درصد در واقع کرسی ها رو گرفته 751 کرسی نیاز بوده 180 تاشت دست این دوستامون اسندی دومی شه اسندی هم اگه بخواین بدونین چیه که کاملا پروگرسیو alliance اف سوشیال سوسیالیست و دموکراتس یعنی گروه های اجتماعی دموکراتیک به هر حال الکشنیه که میتونه که بعضی وقتا الکشن یا انتخابات تاثیر یه روز دو روزه نداره این سیاست چهار سال آینده در واقع اروپا خواهد بود اتحادی اروپا خواهد بود باید ببینیم به چه سمت میره توی در واقع بازار سهام این هفته با اینکه ارنینگ و استاک اسپلیت و آی پیو داریم خیلی مربوط به بازار سهام آمریکا نیست ما ازش میگذریم خیلی نیازی نداریم امروز همون جوری که میدونین امروز دوشنبه 27 می هم بانک مرکزی بریتانیا تعطیل بود هم بانک مرکزی آمریکا یه سوالی همین الان یکی از بچه ها پرسید که چرا در واقع با اینکه بانک های مرکزی تعطیله بازار حرکت میکنه خب خیلی دلیلش واضحه خورده فروش‌ها یا اونایی که در واقع در واقع مثل من و شما تریدرای جز فروشن خریدارای خوردن اونا تو بازار حضور دارن بازار تکون میخورن نکته دوم دو تا کشور الان تعطیله بریتانیا تعطیل آمریکا تعطیله بقیه کشورها که بازن پس برنامه این بازار باز فعالیت میکنه یکی از دلایل جذابیت این بازار هم همینه اما یه تریدری مثل من من دوست ندارم بنا به تجربه ای که دارم تجربه من نشون داده این روزا از مارکت دور باشم خیلی بهتره شاید پرایس اکشن هایی که دوست دارم و نمیبینم شاید اون مقدار حجمی که تریدهای در واقع روزای معمولی تو بازار هست این روزا نیست چون بانک های مرکزی نیستن خیلی از کمپانیا نیستن به هر حال توی این بازار خیلی مهمه خیلی وقتا بچه ها میپرسن سوالایی و من بهشون این رو ریفر میدم که یادتون باشه توی این بازار یه بازار عرضه مخصوصا بازار فارکس یه بازار عرضه یه طرف این جوف ارزه یوروه یه طرفش دلاره یکی میخواد یورو بخره یکی میخواد دلار بخره همیشه این در واقع تبادله وجود داره یه سوال بسیار جالبی که یکی از بچه هفته گذشته برای من فرستاد و من تو گروه گذاشتم و جالب بود که برداشت های بچه های مختلف با هم فرق میکرد این بود که اگر در یه لحظه در یک ثانیه همه تریدرها، مثلا ما چهار بیاریم بالا در یک ثانیه الان همه تریدر ها بایی بزنن اینجا چه اتفاقی میافته خیلی جالب بود یکی میگفت کلپس میکنه یکی میگفت بازار گپ میزنه یکی میگفت میره بالا یکی میگفت اصلا چارتا در هم میشکنه اما من میگم هیچ اتفاقی نمیفته فقط یه حجم زیادی بای ایجاد میشه تعادل بازار به سمت بایر عوض میشه وقتی که ما اینجا بایر داشته باشیم اینجا ما صرفا بای داشته باشیم اتفاقی که میفته یه کندل سعودی میزنه میاد بالا فشار بایرا رو نشون میده خب قطعا توی یه جوف ارز مثلا اینجا یورو به ین رو داریم نگاه میکنیم توی یورو به ین الان یه نفر که بای میزنه اگه همه تریدر رو هم بای بزن معنی این که دارن یورو میخرن خب الان بای زدن این دلیلی نمیشه یه ثانیه بعد یه دقیقه بعد کسی ین رو ترید نکنه کسی نفروشه یورو رو خیلی از اینایی که خریدار شدن ده دقیقه یه ساعت یه روز یه هفته بعد میفروشن و اینجوری نیست بازار تا ابد بره بالا این بازار همش لحظه ای داره بر اساس اوردرهای تریدرها میره پس حتی اگه همه تریدرهای دنیا تو یک ثانیه یورو رو اینجا بای بزنن دلیلی نمیشه این چارت باز به صورت صرف حرکت کنه بره به بالا چرا به خاطر اینکه ما طرف دیگه طرف پایین این جفت ارز ارز دیگه ای داریم به نام ین شاید اونم هم همه تریدرها بیان سل بزنن اصلا بلنس کنه پس خیلی با این سناریوهایی که بیشتر در واقع جنبه فرضی داری تئوریه ذهن خودتون رو درگیر نکنید همه چی توی این بازار در واقع بر اساس عرضه و تقاضا چیز از چیزی غیر از این نیست ببینم خب فارکس هیچ وقت بسته نیست ما نمیگیم فارکس بسته است ما میگیم بانک مرکزی آمریکا بریتانیا بسته است فارکس که بسته نمیتونه باشه راحت میتونین در واقع هم همینجا تایپ کنیم من میذارم پس اگر در یک لحظه بایرا و سلرا حالا بگیم همه تو این بازار سلر بشن چه اتفاقی میفته این اتفاق میفته این کندل شکل میگیره بسته به میزان سلرا این بازار صفر نمیشه خیلی شاید تصور کنن اگه توی یه لحظه همه تریدرها با هم این بازار رو سل کنن بازار میره میشه صفر بازار کاملا نزولی میشه در هم میشکنه نه اینجوری نیست تو بازار فارکس چون اون طرف قضیه یه دونه ارز دیگه وجود داره اونم برای خودش تبادلاتی داره شاید اینجا مثلا تو این کندل 15 دقیقه ای که فلش بالاش گذاشتم اینجا کاملا همه فشار سل بوده بایر بوده آره بوده اما فشار سلر رو نگاه کنید اصلا نذاشتن بایر رو ارزندام کاملا اومده پایین مثل این میمونه الان تو این کندل بگم که اکثر در واقع تریدایی که شده تو این کندل تریدای نزولی بوده همه سل زدن اونجا سلرا قدرت داشتن شاید بایری هم وجود نداشته یا مثلا این کندل که میتونم بگم قدرت صرف سل نگاه کنین حتی اصلا شدو بالا پایینی هم نداره حتی یه ذره مقاومت هم نداره کاملا سل اومدن اردر سل 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 سل, سل. بازار صرف نشده. بازار تو اون محدوده کاملا برتری داشته سلرا نسبت به بایرا. خب بیایم رو اخبار اقتصادی روی در واقع فردا که سه شنبه است که خبری نداریم یادتون باشه این ماه می هم داره تموم میشه اگر دوست دارین که در حقیقت استیتمنت های شما بررسی شه استیتمنت خودتون رو کاملا برای ما میتونین بفرستین من در واقع ریوایزش میکنم نظراتم رو میگم براتون میفرستم حتما یادتون باشه یه ویدیویی هم داریم دیگه هیچ عذر و بحانه بچه ها ندارن برای اینکه نتونن متا تریدرشون رو لینک کنن به در واقع مای راحت میتونین از چارتای مای فیکس بوک خودتونم در واقع تحلیل کنین، نتایجتون رو و ببینین که چه اتفاقی می افتاده روی در واقع اون چارتاتون. من اینو بیارم اینجا. خب، روز چهارشنبه یادتون باشه خبرهای بسیار زیادی ما داریم روی چی؟ روی دلار نیوزیلند که بسیار مهم بچههایی که بازار آسیا یا نیوزیلند رو کار میکنن خبرهای بسیار مهمی در راهه خبرهایی از قبیل در واقع میتونم بگم بیزینس کانفیدنس میاد فاینانشال استابیلیتی ریپورت میاد اینا ریپورت هایی که معمولا رو دلار نیوزیلند بسیار تاثیرگذاره پس بنابراین سعی کنین اگر تو بازار آسیا من خودم شخصا بازار آسیا رو کار نمیکنم اون ساعت اصلا خوابم و در واقع اصلا نیستم توی اون بازار که بخوام نگران اون بازار باشم حتما سعی کنین حواستون باشه به این بازار و حداقل ترید نکنین یا ترید باز نششین یا اگر ترید باز هم دارین ریسک فری باشه تریدتون بسیار مهمه که بتونین در واقع تریداتون رو ریسک فری نگه اما بیایم سراغ در واقع کد دلار کانادا اوورنایت ریت روز چهارشنبه اعلام خواهد شد بسیار مهم این اوورنایت ریت برای دلار کانادا حتما در واقع تو وبینارهای مختلف ما راجع به این صحبت کردیم شما دیگه کاملا میدونین یکی از اتفاقایی که خیلی راحت میتونه تاثیرگذار باشه با بالا به نظر میاد الان پیش که میشه کارشناسا پیش کردن در واقع به نظر نمیاد که این ام این در حقیقت ریت جا به جا بشه اما در واقع میتونه در واقع دستخوش تغییر بشه این ریت روز پنج شنبه اینا رو پاک کنم روز پنج شنبه خبرهای بیشتری داریم و تعطیلی بانک مرکزی سوئیس داریم فرانسه آلمان رو داریم که در واقع به نظر میاد که اون نمیدونم دلیلش هم چیه نمیدونم اکسنشن دی اصلا نمیدونم چی هست ببینیم آره. یه یه روز خاصی احتمالا دلیلش اینه میتونین حالا برین راحت اینجا این رو کپی کنین برین توی گوگل سرچ کنین اینها ها خیلی اینجا راحت که بفهمیم چیه آه به همین مسیحیت و ایناست جالبه اکسنشن آف جیزوز یه تحتیلی رسمیه دلار استرالیا در حقیقت بیلدینگ اپروبال داره پرایویت کپیتال اکسپندیچر داره و اما دو یه دونه خبر مهم پریمین جی دی پی کوارتری گزارش کوارتریش اعلام خواهد شد روز جمعه یه خبر جی دی پی مانت تو مانت داریم حوزه در واقع دلار کانادا که این ماه رو کاملا با این خبر سپری میکنه ماه آینده از هفته آینده این موقع شروع میشه و هفته کاری جدید یادتون باشه هدف گذاری کنین برای ماه آیندهتون این ماه رو نتایجش رو ببینین بررسی کنین خیلی مهمه تریداتون که در واقع تریداتون که در واقع انجام میشه رو حتما بررسی کنین تا متوجه شین که در واقع نقاط ضعف و قوتتون چیه خب بیایم سراغ چارتا داو جونز که کاملا در واقع میتونم بگم یه فرونشستی داشت اومد بازارش به سمت پایین ناحیه جدیدی که ما داریم الان این ناحیه 25395 واحده یه ناحیه مهمی از نظر من باید ببینیم به چه سمت و سوی پیش میره فعلا در واقع هنوز شکستی صورت نگرفته اگه بشکنه اینجا خیلی ها این رو هدن شولدر میبینن میتونم بگم شاید نباشه هدن شولدر بیشتر من اینجا یه ناحیه مهم رو میبینم حتما بچه هایی که ویدیو ناحیه رو ندیدن ببینن ویدیو های تکمیلی زیادی در واقع در راه شما باید دونه دونه اینا رو ببینیم و تمرین کنین چارتایی که من تمرین میکنم براتون میذارم معمولا بهترین چارتات تا شما متوجه شین سناری مختلفی ما بررسی میکنیم همچنین در واقع پترن های مختلفی رو خواهیم دید پس این از داو جونز بریم سراغ در واقع یو اس دالر ایندکس که بسیار قشنگ یو اس دلار داره عمل میکنه یه ایندکسی که به نظر من خیلی جذاب داره میاد بالا یه ناحیه خیلی خوب ما اینجا داشتیم که اتفاقا روی همون ناحیه داره واکنش نشون میده جالبه حالا اگر ما بیایم یه مقدار تکنیکی تر اینو بررسی کنیم جهت مارکز خیلی از بچه ها برای من تحلیل میفرستن اما تحلیلش اینجوری دو تا خط گذاشتن اینجوری بعد به من میگن آیا این تحلیل من رو قبول دارین یا نه تحلیل تکنیکال یعنی اینکه چارت ها رو ما به زبون ساده بتونیم در واقع بیان کنیم مثلا اینجا من تحلیلی که دارم اینه که بازار بعد از در واقع حرکت به سمت پایین نگاه کن بازار حرکت کرده به سمت بالا به یه ناحیه رسیده دوباره از اونجا ریجکت شده فروشنده دستشون گرفتن بازار رو الان در واقع بازار بین دو تا ناحیه است من دوست دارم در واقع ببینم که واکنش این تریدرها نسبت به این دوتا ناحیه چیه تا بتونم در واقع نتیجه کنم هم از ناحیه پایین هم از ناحیه بالا در واقع تحلیل تکنیکال به معنی اینه که شما ترجمه که این تفسیر کردین چارتایی که به این شکله به صورت کندلستیکیه به چیزی که در واقع به یه نفر میگین متوجه میشه پس الان بخوام به یه نفر بگم متوجه شه من دو تا سناریو در واقع نقطه ورود میتونم داشته باشم شکست ناهی از بالا یا ریاکشن از بالا شکست ناهی از پایین یا ریاکشن از پایین به راحتی قابل ترید یو اس دلار ایندکسی که از بهترین چارتایی که امروز به عنوان فرصت معاملاتی میتونیم در واقع بگیم نمیدونم نمی منظورت واقعا از اینکه که الگوی جدیدی جای کندل سیک رو بگیره یعنی چی اما حالا میتونی توی قسمت کامنت رو بذاری تا ببینم در واقع منظورت چی یه احساسی به بنده میگه بروگ... بروکرها در ترید ها دخالت میکنن ما چگونه میتونیم با بروکرها بجنگیم تو جهت مارکت ترید کن با بروکر هم نمیتونی به جنگی نکته ای که بهت بگم این توهم تو است بیشتر یه چیزی همه بچه ها دارن که یه نفر داره برخلاف جهت اونا ترید میکنه با اونا اما یه چیزی رو در نظر نگم یه بار این سوال از خودت بپرس که اگه اینجا بایر بودی این لحظه مثلا اینجا با پوینتر بذارم اگه تو این قسمت بای زدی الان معاملت تو ضرره آیا کسی اینجا برخلاف ترید کرده این سوال از خودت بپرس یا اینکه خودت جای بدی ترید کردی به نظرم اینجا بیشتر از اینکه کسی چون الان قطعا هستن کسایی که اینجا تو ضررن، اینجا بای زدن اینجا تو زررن یا معاملهشون تو لاست بسته شده اینجا الان این سوال بکنی آیا اینجا کسی برخلاف تو ترید کردی که باعث شده تریدت منفی بشه یا اینکه خودت جای اشتباهی ترید کردی به نظر من بیشتر در واقع این نمایانگر اینه که خودت جای بدی ترید کردی جایی که اکثر تریدرها داشتن سود میگرفتن تو اومدی معامله اضافه کردی بای اونم چشم بسته اونم نذاشتی در واقع کندل بسته شه اطلاعاتت کامل بشه تو حرکت قیمت اومدی ترید کردی این ترید میره تو زرر بچه ها دو تا جمله معروف ما داریم یکی میگن هر موقع ما ترید میکنیم بازار میره برخلاف جهتمون هر موقع ما ترید میکنیم حس میکنیم یه نفر برخلاف یک بار در واقع این سوالو بکن بگو شاید جای بدی من ترید کردم های های نقطه های های اینجا داری ترید میکنی روی بالاترین قیمت تو داری میخری تو گرونترین وضعیت تو داری میخری اشتباه محزه. پس بنابراین یه مقدار به جای که این, این نقطه روانشناسی هم هست در واقع یه مقدار به جای که ما مسئولیت کار رو به خودمون بگیریم همش داریم رد مسئولیت میکنیم یک بار بیا اون استراتژی که کار میکنی عوض کن یعنی سنت شکنی کن اون ذهنیتی که داری از بازار رو عوض کن این به نظر من خیلی میتونه در واقع کمکت بکنه واقعا ته سالهای گذشته در واقع من خودم اینجوری سیستمم رو ایمپروف کردم هر روز سعی من اینه من یه چارت میبینم سعی میکنم با چارت صحبت کنم سعی میکنم قبل از اینکه ترید کنم چون نکته مهم حلقه مفقوده خیلی از بچه همینه قبل از اینکه این چارت رو تحلیل کنن میان این چارت رو میبینن که تریدش کنن خیلی جالبه قبل از اینکه ما تحلیل کنیم میان ترید میکنم من دقیقا برعکسم من تحلیل میکنم و دنبال دلایلی مرتب میگردم که اون چارت رو ترید نکنم خیلی مهمه امیدوارم این مطلب رو گرفته باشین خیلی مهمه که مرتب از چارتتون دنبال یه نقطه ضعف بگردین که اون ترید نکنین من دقیقا استراتژی و در واقع سیستمی که کار میکنم متدی که دارم همین جوریه دنبال یه دلیل هستم این چارت رو ترید نکنم برعکس خیلی از بچه های تازه کار کسایی که تازه به خاطر برای اولین بار در واقع میان چارت رو میبینن میان دنبال تنها دلیلی میگردن که این بازار رو ترید کنم. او بازار اومد یه ناحیه رو شکون من بایرم من اصلا اینجوری ترید نمیکنم کاملا باید سیستم تحلیل تکنیکالت مکانیزه درست و منطقی باشه و بعدش بری سراغ در واقع ترید کردن نحوه ترید این خیلی نکته مهمیه نکته واقعا به قول وهاب ساده اما در واقع این میتونه خیلی کارا باشه الان میسم میگه یکی از بروکرها 500 دلار بونس میده دلیل و منطق این کار چیه خب میخواد مشتری بیشتری بگیره یه بروکر از شما میلیون ها دلار میتونه در بیاره چجوری تفاوت قیمت خرید و فروش یا همون اسپرد یا کامیشن انقدر میتونه میلیون ها دلار از شما پول دراره حتی بدون اینکه شما اوورال اکانتتون رو از دست بدین یا سود کنین در جا هم که بزنین انقدر از اسپرد میتونه از شما پول دره که 500 دلار بونسی که میده کاملا منطقیه به نظر من مثل کسی که یه ماشین میخواد بهت بفروشه حالا تو امریک تو ایران خیلی معنی خاصی نداره تو امریکا اینجوریه میخوان ماشین بهت بفروشن ماشین برند نیو رو میگن 2000 تا 2000 دو دلار در واقع کشبک بهت میدیم 2000 دو هزار دلار پول رو بهت برمیگردونیم از ارزش ماشین اینا رو به میگن اینسنتیو یعنی انگیزه انگیزه هایی است که در واقع شما میدی به یه نفر تو قسمت مارکتینگه که اون بیاد در واقع اون بیاد و اون محصول رو خریداری بکنه یا از اون سرویس اونا استفاده کنه بسیار خوبه امین میگه بارها ترید کردم طبق استراتژی درست زدم منتها اومد استاپلاس منو زد بعد ریخ خب اشتباه دیگه میدونی این دقیقا همون همینجان جای بعدی ترید میکنی زمان بعدی ترید میکنی قبل از اینکه تو فشار ایجاد بشه شما میری تو ترید قبل از اینکه مثلا اینجا میگا کن اینجا میتونم یه مثال خیلی خوب بهت بزنم اینجا اومدی بای زدی بالای این کندل اینجا بایر بودی درسته اینجا مثلا بایر بودی اومدی استاپلاستو گذاشتی زیر اینجا که به نظر منطقی هم میرسه چه اتفاقی افتاده قیمت اومده سل شما رو زده استاپتو زده بعد حرکت رفته بالا این دلیلش دو تا نکته بسیار مهم این دلیلش یک جای بدی ترید کردی حالا جای بدی ترید کردی منظورم جای استاپلاست جای بدیه نکته دوم قبل از اینکه موج سعودی شروع شه بایرا با هم پک بشن تو رفتی تو معامله جایی که سلرا بودن اینجا باید یه مقدار فرصت بیشتری میدادی برای اینکه بایرا جمع شن قدرتشون بیاد من خیلی مورد رو دارم بچه ها میگن ما معمولا ترید که میکنیم بازار میاد استاپ رو میزنه بعد بازار تو همون جهتی که ما میدونستیم میره بالا و اعصابمون خورد میشه من میگم اعصاب خوردی نداره جای بدی ترید میکنی زمان بعدی رو برای ترید انتخاب میکنی شاید عجله میکنی دلیل شاید این باشه که زود میری توی ترید این در واقع خیلی مهمه بریم سراغ چارتای دیگه بعد دوباره برمیگردم سراغ در واقع سوالاتون بریم ببینیم چه چارتای های دیگه ای رو داریم چارت اویل نفت که در واقع کاملا چارت ولتایلی چارت روزانه اگه بیارم رسیده به همون ناحیه‌ای که ما دوست داشتیم ناحیه 67 دلار و 53 سنت بعد ببینیم چه اتفاقی میفته حتی تنشه خیلی جالبه خیلی ها پیش بینی می کردن تنش ما راجع به اینم توی یکی از وبینارها صحبت کن راجع به تنش ایران و آمریکا صحبت میکردن که نفت میرسونه به نمیدونم 100 دلار 120 دلار نفت الان رو 68 دلاره همین الان 68 دلار 72 دو سنت کاملا یه ناحیه بسیار مهم داشتیم اگر تازه وارد هستین نمیدونین چجوری ما ناحیه تعیین میکنیم استراتژیمون چیه کندلا چی حتما آموزش رو نگاه کنین متوجه میشین که در واقع ما چجوری داریم در واقع ترید میکنیم نحوه تریدمون چیه یکی از بچه ها میزنه شما بدون اندیکاتور کار میکنیم من وحشت میکنم نه واقعیت اینه که اندیکاتور اطلاعات اضافه علکی به شما میده اطلاعاتی که اصلا نیاز نداری شما وقتی میتونی چهار تا رو به صورت خام ببینی نیازی نداری از نظر من نیازی نداری به اندیکاتور اما شاید یه نفر باشه با اندیکاتور رو کار کنه سود بگیره هیچ اشکالی نداره همه در واقع هم و این بازار هم همینه که شما یه استراتژی رو پیدا کنی که برات کار کنه حالا یه نفر میتونه اون استراتژی رو با در واقع یه دونه چارت پیدا کنه با یه دونه ابزار پیدا کنه با یه اندیکاتور پیدا کنه یه نفر میتونه با یه پترن باشه خیلی فرق دارن پس با هم دیگه. پس این اویل اویل رسیده به اینجا ما در واقع من میشینم واکنش بازار رو نسبت به این ناحیه نگاه میکنم و بعدش در واقع تصمیم میگیرم که چجوری از این بازار بتونم ترید بکنم خب بریم چارت طلا چارت گلد رو ببینیم گلد خوشحالم که راضی هستی از وبینار این هفتهمون مرسی طلا طلا که کاملا در واقع تو همون میتونم بگم طلا نموداراش عجیب شده چندین سال عجیب شده یه مقدار میره بالا ما این آخرین تریدی است که داشتیم رو طلا و الان در واقع بیشتر خیلی ها هنوز تشکیل نشده به ما میگن که اینجا هدن شولدر اما اگه هدن شولدر بخواد باشه باید این بیاد پایین یه ناحیه خوب اینجا داریم اگه بذارم در واقع ناحیه است که اینجاست با صورتی هم بذارم که راحت باشه هزار دلار ناحیه بسیار مهمیه سعی میکنم در واقع این ناحیه رو مد نظر داشته باشم زیر نظر داشته باشم تا ببینم چه اتفاقی میافته و بعد از اون میتونم واکنش خوب رو بگیرم پس الان نه پوزیشن بای داریم نه پوزیشن سل الان فقط یه دونه کندل سعودی داریم که یه دونه کندل اینساید دی هست به همین راحتی رضا میگه طلا که عجیب امروز همه ارزها در مقابل دلار داره میریزه ولی طلا وایساده ببین طلایی که من الان دارم نگاه میکنم طلای خالیه هیچ ربطی به دلار نداره بعضی از نمودارهایی که نگاه میکنین طلا به دلار الان این گلد فیوچر سی اف پس با اون چارتایی که شاید ببینین فرق کنه این طلا در واقع مرجع دنیاست ما داریم چارتایی که طلا به دلار طلا به یورو طلا به ین اونها یه مقدار متفاوته خب بریم سراغ چارتای دیگه بیاریم متا تریدر رو ببینیم بزنین اگه اجازه بدین من متا تریدر 5 رو بیارم چون اونجا از هفته گذشته من تحلیل دارم تو این بازار دمو و راحت شما میتونید ببینید خب بسیار عالی NZD به USD من اینا رو بیارم که راحت بتونیم اینا رو هم نگاه کنیم حتما سوالاتون رو جواب میدم امروز سعی میکنم یه یه رو بیست دقیقه نیم ساعت در واقع بیشتر با هم دیگه باشیم روز تعطیل است و بتونم سوالای شما رو بیشتر از قبل بتونم در واقع جواب بدم یو اس همچنان یکی از جوفرزایی که در واقع مد نظر من هست برای تایم فریم بالا چرا نواهیش کاملا ما دو هفته سه هفته گذشته راجع به این صحبت کردیم شاید یه ماه ما این رو مد نظر قرار داریم. هفته گذشته اینجا میتونستیم یه ترید داشته باشیم اما به خاطر در واقع ضعیف بودن مانی منیجمنت من خیلی دوست نداشتم اینو ترید کنم فشار قشنگی رو به بالا نشون داد اما اون برگشت مورد نظر من رو نداشت اوردر من فعال نشد کسایی که اینجا بای زدن میتونم بگم با 75 پیپ اومدن در نهایت هم 75 پیپ این بالا شاید گرفته باشن از نظر من ترید با کیفیتی نبود چون مینیمم در واقع یک بیک بی رو نمیداد ماکسیموم اینجا دیگه خیلی حرکت میکرد یک بیک بی رو میداد یو انزدی به ین به ی آره اگه اجازه بدین من جفت ارزایی که در واقع دارم و تحلیل می بعدش بعدش واقع اگه اون توی جفت ارزایی نبود که شما در واقع استفاده میکنین این جفت نبود که من گفتم میان به جفت ارز شما میرسم نزدی به ین کاملا در واقع یه فشاری و اینجا داریم نگاه میکنیم که بده این میگم این ضعه این چیزی که من دوست ندارم ببینم الان نگاه کنین دو نمودا دو کندل چهار ساعتش ببینید چقدر ضعیفه یه فشار رو به پایینی اینجا نشون داد اگه نگاه کنین کاملا جهت نزولی بود یه فشار رو به پایین از این محدوده داره نشون میده اما خب این کافی نیست این من رو متقاعد نمیکنه الان سل بزنم شاید هم بازار بیاد بریزه اما چیزی که داره توی این قسمت به من یادآوری میکنه توی این قسمت داره به من میگه که در واقع بایرا یه مقداری ضعیف هستن بایرا ضعیف هستن و نگاه کنین سلر را دو بار مقاومت کردن خب این نکته خوبیه از این نظر اما خب من اینجا به خاطر ضعف پرایس اکشن سلر نیستم همچنان این برای محمد عزیز که گفته بود چارت خوبی بود اما اون کیفیت رو دیگه نه یو اس Kron کرون بسیار عالی اومد روی ناحیه ما و کاملا واکنش رو به بالا نشون داد چند هفته است دارین این رو بررسی میکنین چارتای بلند مدت یکی از تفاوتی که با چارتای کوتاه مدت داره دقیقا همینه چارتای بلند مدت یه مقدار بیشتری طول میکشه در واقع که شکل بگیره شاید برای به بلوغ رسیدن تریدتونم یه ذره بیشتر طول بکشه اما خب همونه چارت کوتاه مدت هم همونه به هر هر چارتی مشخصات خاص خودشه اینجا یه واکنش خوب رو به بالا رو داشتیم باید ببینیم چه اتفاقی میفته یورو به ین یورو به پوند معذرت میخوام یورو به پوند چارت دیلیش بسیار رفتار قشنگی رو داره من اینجا توی این محدوده هفته گذشته منتظر بای بودم اما انقدر رفتار سریع اتفاق افتاد نتونستم این بای رو بگیرم الان ناحیه بعدی که داریم همینجاست و اینجا من نشستم ببینم چه اتفاق میفته از مجموعه جدید کاملا جدید ما که نحوه ترید سیستم ترید ما رو نسبت به نواهی نشون میده میتونین استفاده کنیم و کاملا این رو ببینین که جز کدوم یکی از اون پنج دسته پنج سناریویی است که اتفاق میفته تا الان من در واقع بیشتر میتونم بگم داره نشون میده که یه فشار رو به بالایی رو داریم USDPLN کاملا اومد یه دونه فالس بریک اوت شکل داد از ناحیه که ما بسیار زی... اینا هر کدومش در خیلی از وقتا من به بچه ها میگم بریم وبینارهای گذشته رو ببینین چون وبینار گذشته تا الان دو سه تا کندل جابجا شده تو دیلی خیلی راحت میتونین ببینین که مثلا اینجا خیلی قشنگ اومد فالس بریک اوت کرد از ناحیه بسیار خوبی که ما داشتیم چه جوری نگاه کنین کندلا رو که نگاه کنین کاملا فشار سل رو هر کدومه فول بادی بریک اوت نداد یه کندل سل این شکلی داد یه فشار سلر داد اینجا به همین راحتی اینا ما بهش میگیم فالس بریک اوت بازار نشون داد دست بایراست سلرا گفتن خب بخرین, بخرین 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 یه دفعه با قدرت اومدن تو بازار و کاملا اون بازار رو در واقع سل کردن حالا باید ببینیم تا کجا این میاد پایین به هر حال الان چیزی که هست یه روند سعودی که اگه بخوام بکشم براتون کاملا از اینجا نگاه کنید اینا لوایی که ما داشتیم الان در واقع باید بیاد اولین لویی که بشونه اینجاست که ما این روند نزولی رو کاملا بهش مطمئن شیم چیکار کنیم از کامنت ها عکس بگیریم چرا خب <تص> نه اوکی خب چارت بعدی بریم ببینیم چارت بعدی مون چیه چارت بعدی که داریم خب یوروکت که هیچی چی ترید داشتیم بریم ببینیم یوستی که اوکیه تقریبا چارتایی که داریم شاید منتظر باید باشیم یه هفته دو هفته دیگه شکل بگیره audusd یه چارتا خوب داشتیم که از این ناحیه بسیار زیبا میتونم بگم یکی از ناحیهی بسیار خوب بود اومد کاملا به ما اون چیزی که دوست داشتیم رو نشون داد اینا اینجا کاملا حالا اسمش رو ما میذاریم انگولفین خیلی از بچه اینو انگولفین میبینن من اصلا اسمش برام مهم نیست فشار نزولی رو میبینم کاملا این فشار نزولی ایجاد شد بعدش اومد و بازار ریخ یک به دو رو ما گرفتیم دوتا تریدی که داشتیم روی در واقع اگه اشتباه نکنم یو اس دی به سی بود و پاوند به سی اگه اشتباه نکنم که تریدای خوبی بود لایو اونا رو ترید کردیم راحت میتونین اونا رو ببینین کاملا مشخص بود حالا USCCHF کاملا داخل یه الگو بود از ناحیه بسیار خوبمون یه سلی رو زدیم من خودم یک به سه یا یک به چهار گرفتم اما در واقع خیلی از بچه ها بودن صبر بیشتری داشتن گذشتن تا این پایین اومد یک به شیش یک به هفتم به راحتی تونستن بگیرن پس بنابراین بنا بنابرای در واقع مانی منیجمنت خودشونه که این ترید رو بگیرن حتما اگه اینو ندیدین برین و در واقع تو بازارها نگاه کنین اه, که در واقع تو اون ترید لایو نگاه کنین نکات آموزشی زیادی داره حتما سعی کنین یه دونه فولدر جدید یه پلی جدید هم ساختیم فرهاد زحمت کشته ساخته که فقط تریدای لایومون توشه که برای دستبندی اون دوستایی که فقط دوست دارن مثال ببینن همینجوری در آینده به اینا اضافه میشه خب برم سراغ سوالای بچه ها از قدیمی ترین NZD, USD دیلی Uh, NZD USD دیلی ببینم بچه که لفت میدن معمولا من دیگه چیز انزدی NZD USD دیلی خب بریم پیدا کنیم سعی میکنم همه چارتایی که شما دوستن NZD USD دیلیش چیز خاصی و من نمیبینم الان اینجا همونجوری می که دو دوتا کندل روبه بالا بازار کاملا نزولیه یه ناحیه این بالا دارم روی سه و شیش میتونم بگم عدد روند شست و شیش ناحیه پایینی وجود نداره و بازار بینه تقریبا میتونم بگم که اون چیزی نیست که من دوست دارم باب میگه راجع به پنل کاربری آلپری توضیح بدی حتما خودت باید کار بکنیم خیلی چیزی نیست که چجوری برداشت کنی باید خودت در واقع نسبت به شهری که هستی با ساپورتشون تماس بگی اونا راهنماییت میکنن ما ساپورت در واقع بروکر خاصی نیستیم در مورد اویل و گلدیه یه توضیح میدید که آیندهشون چطوره بسیار آینده خوبی دارن آینده ما پیش بینی نمی کنیم معمولا سبک کاری من پیش بینی نیست من بیشتر تحلیلگرم تحلیل چارت همین الانو میکنم آیندهش اصلا نمیبینم جادو ما نداریم اینجا در لیست روزانه شما خیلی از ارزها و بازارها در ایران نیست لطفا در لیست روزانه شما خیلی از ارزها و بازارها در ایران نیست لطفا جف ارز رو هم بگذارید متوجه منظورت نمیشم ما همیشه جف ارز رو میذاریم لیست روزانه ما آیا شکل کندلستیک توی یه دقیقه هم تاثیرگذار هست چون دیدم روی پنج دقیقهای برای شما مهم بود و توی تصمیماتتون لحاظ شد ببین اینگا نسبت به چارت تایم فریمی که کار میکنی قاسم جان در واقع فرق میکنه الان این چارتی که من دارم اینم روزانه است هر کندل یه روز طول میکشه بستشه یه روز میزان بایرا و سلرا اوردرایی که میره تو این بازار این کندل یه روز روزانه رو شکل میده تو کندل یه دقیقهای هم همین کندل یه دقیقهی هم اطلاعاتی که به ما میده میزان اوردرای بایوسلیه که تو اون یه دقیقه میره قطعا من تو هر تایم فریم که کار میکنم همون مثلا اگه پنج دقیقه دارم کار میکنم همین پنج دقیقه برام مهمه تایم فریم یه دقیقه یه روبه نیست من کلا در واقع به این اعتقاد دارم که هر چارتی شخ... هر تایم فریم شخصیت خاص خودش رو داره یعنی اگه تو پنج دقیقه پونزده دقیقه ام سی اچ وان اچ دیلی رو نگاه میکنی در واقع داری تا چارت مختلف رو بررسی میکنی پس حواست به این باشه حامد میگه چرا توی تایم یمین و حتی یه ثانیه هم الگو تشکیل میشه این برام جای سواله اگر بازار بر مبنای بایر و سلر باشه چطور این الگو تشکیل میشه چرا تشکیل نشه مثل اینه که بگی توی اقیانوسی که در واقع 100 کیلومتر از ساحل فاصله داره چرا موج تشکیل میشه موجای خیلی خوشگل هم تشکیل میشه خیلی راحت ارزه و تقاضا بر اساس در واقع اردرایی که بازار میره همین الان اینجا در واقع کاملا میتونی حس کنی اینجا توی یه دقیقه یه دونه ناحیه داریم اما استراتژی ما هم کاربرد داره اما اینجا من ترید نمی کنم. چرا به خاطر که اسپرد الان نگاه کن ببین چقدر اسپرد بازار یه پی حرکت میکنه دیدی چقدر کجا پرید کاملا مشهوده پس بنابراین یه دقیقه از نظر من ده ثانیه یه ثانیه خیلی جذابیت نداره به خاطر اینکه سیگنال های فالس زیاد میده اسپردش زیاده نظرتون در مورد باینری آپشن خب خیلی جالبه که من اینم توضیح بدم من اصلا راجع به باینری آپشن اطلاعات چندانی ندارم کار نکردم به اون صورت اما چیزی که میدونم خیلی از بچه ها نمیدونم توی سورس یه جایی منبع آموزشی اومده به بچه های باینری آپشن ویدیوهای ما رو گذاشته بعد گفته اینا ویدیوهای آموزش باینری آپشنه ما هیچ وقت های آموزشی باینری آپشن نداریم تحلیل تکنیکال تو همه چارتا یکیه اما تو باینری آپشن یه چیزی که وجود داره کانترک ها یا قراردادشه از نظر من از لحاظ مدیریت سرمایه کانترک های باینری آپشن ارزش سرمایه گذاری نداره دلیلش اینه که شما میای 100 دلار ریسک میکنی که 70 دلار سود کنی از نظر من اصلا ارزش مدیریت سرمایه نداره پس اگه در واقع باینری آپشن کار میکنیم ما به هیچ عنوان باینری آپشن کار نمیکنیم ما فقط بازار هدفمون بازار در واقع فارکس بازار سهام بازار کریپتو است حالا نفت و اویل هم ما توی اینا میگنجنیم بعضی وقتها کار میکنیم آیا فصل خاصی در سال است که بازار فارکس زیاد خرید و فروشه بازار فارکس خرید و فروش نمیشه رسول جان این ارزا هستن که خرید و فروش میشن هیچ فصلی هم نداره همیشه نیازشه جالبیش اینه که هر روزم نیازش نسبت به روز قبل بیشتر میشه چون آدمای بیشتری نیاز دارن مثلا تو این چارت که دلار نیوزیلند رو به یو به دلار آمریکا تبدیل کنن رو فکر میکنم تو در واقع استفاده میکنیم آه... چی شده؟ Uh, زهره میگه ترند همیشه باید در جهت ترند باشه نه میتونه برخلاف جهت باشه هیچ چیزی نداره انتقال پول با وب مانی هم از بروکرتون بپرسین اصلا ما راجع به انتقال پول و اینا کار نمیکنیم پوند یو اس دی و گلدم گفتم بسیار عالی تلارم که گفتیم یورو به فرانک سویس اگه پیدا کنم باید چارت اینجوری بذارم راحت حتما در مورد متاتریدر در واقع فایو یورو به فرانک سوئیس همونجوری که گفته بودیم کاملا داخل یک کاناله ناحیه بالا رو داره ناحیه پایین کاملا سلرا بازار رو دست خودشون گرفتن حرکت کرده الان رسیده به ناحیه پایینی ما دلیل اینکه چرا من یه ختم اعتقاد ندارم کاملا تو ویدیوی جلسه گذشته تو ویدیویی که جدیدا براتون آپلود کردیم تو مجموعه گذاشتیم کاملا یه ناحیه بسیار خوب اینجاست به راحتی میتونیم منتظر واکنش این ناحیه باشیم این تایم فریم دیلیش از نظر من خیلی قشنگه دیلیش نسبت به شاید اچ فورش هم بزنیم ببینیم که جلال خواسته این اچ فورشه اچ فورش شاید اینجا یه پول بک ببینی اما واقعیت اینه که اینجا چیز خاصی من نمیبینم شاید یه الگو نسونیمه مسلس باشه اما خب من ترجیح میدم دیلیش که قشنگتره رو برم باشه آه، یه چیزی که آره مهدی میگه نمیخوان قبول کنن اشتباه تحلیل کردن میگن بروکر توته شاید آره شاید یه چیزی که تو دنیای ترید هست و اصلا به خودتون نگیرین قصد و قرزی نداریم از این بس ما کاملا داریم تکنیکی بررسی میکنیم اینه که بعد از تریدت حالا مخصوصا تریدی ضرره دنبال یه عاملی میگردی که بندازی گردنش و ما راجع به مسئولیت پذیری خیلی صحبت کردیم راجبی یه عاملی که اون با رو از رو دوش خودمون وردیم اولین چیزش میتونه بروکر باشه استاد مدرک چقدر اعتبار د بعضی از زیاد روش فالوور جمع میکنن مدرک منظورت مدرک چیز CFT اصلا certified, اون سرتیفاید تکنیکال انالیسیس هیچ ارزشی نداره فالوور شما جمع کنی مهم نیست ترید باید ترید کنی اگر میخواین یه نفر رو فالو follow کنی فالوور یه نفر باشی اگه میخواین استراتژی یه نفر یاد بگی اول به نظر من اول باید اطمینان حاصل کنین که اون آدم معاملهگر تریدره چون تحلیل شما من هزار تا تحلیل میتونم بکنم هزار تا چارت بیارم هفته آینده یه دونه شاید درست در بیاد اما ترید کردن خیلی مهمه این که ببینین تریدشون چجوریه خیلی اصلا الان اینترنت رو که باز میکنی میلیون ها نفر دارن ادعا میکنن ما تریدریم هر کسی جالبی شینه حالا هر کسی مجید میاد تو این بازار در واقع فکر میکنه که در حقیقت تریدر از روز اول اسم تلگرام اینستاگرام FX تریدر، FX Profitable Trader Number One FX in the World از اینا میذارن اما موضوع اینه که تا انتهای کار چقدر اینا دوام میارن تو بازار چقدرشون فیکن لایف استایل هایی که میبینی که کاملا فیکه یه نفر میاد ویدیو میذاره من یه ماه نمیدونم ترید رو شروع کردم یه دونه ماشین گذاشته پشتش که مثلا نشون بده اون یه ماه اون ماشینه رو خریده خب اصلا از نظر من اون ماشینه با 50 دلار میتونی اجارش کنی دو ساعت تو آمریکا این موثره تو ایران هم حتی همه جای دنیا موثره پس اون ماشینه به نظر من گول ظاهر خوردنه نیست اگه اینقدر ساده ای که بتونی بری با یه دونه تصویر اونجوری گول بخوری یه کورس نانسنس یه چیزی که ما خیلی توی اوایل دوره همون بهش اشاره کردیم و بیاد بفروشه یا من خیلی شنیدم چند تا از بچه هم یه هفته گذشته متاسفانه نمیدونم چرا اصلا عجیبه برام صحبت میکنیم با بچه ها که دوره که ما توی یوتیوب گذاشتیم یه نفر رفته چیز کرده دانلود کرده تو سیدی کرده و فروخته و یه عده هم رفتن خریدن خیلی راحت این به خاطر این نیست که اون آدم در واقع ساده است اون آدم زرنگه این به خاطر اینکه یه آدمی تحقیق نمیکنه یه چیزی رو میره پول میده تحقیق نمیکنه و جالبه که بعد از دیدن اون ویدیو از طریق اون کپشن هایی که ما پایین گذاشتیم در مورد سایت و اینا اومده با ما ارتباط برقرار کرده و میگه که من واقعا نمیدونم چرا رفتم پول دادم چرا اول نرفتم به قول خودم ها همیشه میگم دیگه برین یه اصطلاحی نمیدونین برین گوگل کنین چرا نرفتم گوگل کنم اگه شاید گوگل میکردم آموزش فارکس ویدیو های شما میومد اگه گوگل میکردم نمیدونم پی تی گوگل میکردم هر چیزی استراتژی یوتیوب این کار رو میکردم اما اینا همش تجربه است میدونین بیشتر ماها دوست داریم که در واقع بدون زحمت به جایی برسیم دیگه خب این هم یه ذات بشره ما دوست داریم این کار رو بکنیم اما این کار اون کار نیست که بدون زحمت باشه لطفا تصویر رو بزرگتر کنید چشم جلسات آینده این کار رو میکنیم یورو یو استی دیلی یورو یو ندیدیم نه میریم یورو یو رو ببینیم امروز آره امروز کلا امریکا تعطیل منم تعطیلم استراحت کردم خوب بود دیلی جالبه یه ناحیه داشتیم ما هفته گذشته راجع به ناحیه صحبت کردیم اما در واقع نکته بسیار مهم این ناحیه اینجاست که اومد در واقع خودش تشکیل یه ناحیه جدید داد ما اگه بتونیم تریدمون رو جوری تنظیم کنیم که با حرکت قیمت بتونه تغییر بکنه خیلی جالبه من یه مقدار چارت رو هم بزرگ کنم کاملا اومد این اتفاق افتاد اتفاقا ما یه ناحیه بالاترم داریم یعنی اگه این ناحیه من باشه یه ناحیه هم اینجا کاملا میتونم بگم در این یه مستطیل قرار گرفته باید ببینیم این چه اتفاقی افته شاید تو 4 م تر بشه ما بیایم تو H4 شاید نواهیی که ببینیم جالب تره یه ناهیه اینجا یه ناهیه هم اینجا داریم که بسیار مهمه من الان بین این دو تا ناحیه میتونم در واقع ببینم چه اتفاق میافته M15 M15 اتفاق خاصی نیفتاد M15 ضعیفه به نظر من پاوند به USD رو که فکر میکنم گفتیم دیگه کو پاوند یه بار دیگه ببینیم پاوند یو دیلیش باز پاوند یو دیلیش هم چیزی نیست یه حرکت صرف نزولیه اینجا جایی نیست که من ترید کنم میگه یه سوال من استراتژی واگرایی مخفی هست خب من اول باید بازار و تحلیل تکنیکال تحلیل کنم بعد اگر اندیکاتور سیگنال داد و شرایط خوب بود وارد شم یا برعکس ارا هر موقع اول سیگنال دیدم خب اول باید تحلیل تکنیکال کنی دیگه خیلی واضحه دیگه اول تحلیل تکنیکال کن بعد حرکت کن به اون سمت بعد ببین آیا تحلیل تکنیکال تو رو در واقع ارضا میکنه یا نه در مورد ان و یو صحبت کردیم همین شو بعضی از بیت کوین بریم سراغ بیت کوین هم جالب بود بیت کوین بیت کوین بیت کوین حرکت خوبی داشت تو میتونم بگم می دو سه هفته اخیر حرکات خوبی داشت ما دیلیش رو ببینیم این چارت دیلیشه کاملا اومد الان اومده یه مسلس سعودی رو زده بچه ها خیلی مهمه سیگنال سیگنال های خوب الان قیمتش 8690 دلاره هر بیت کوین یه دونه در واقع سیگنال خوب اینجا میتونیم داشته باشیم کاملا حرکت مسلس بچه هایی که موندن در واقع تا این ساعت با ما نزدیک هفتاد نفر بچه ها با ما هستن بیت کوین کاملا میتونه گیم چنجر باشه ناحیه بعدی که داریم و اول من بذارم بعد بیم سیگنالمون ناحیه بعد تقریبا روی 9800 دلار من میبینم شاید یه یعنی مقدار ناحیه میبینم دیگه شاید 9700 خورده ای حالا همون 9700 تا ما میگیم که اوکی باشه روند باشه 9700 تا میذاریم الان اتفاقی که داره میفته قیمت اومده کاملا نگاه کنید از این ناحیه‌ای که بوده اینجا کاملا ناحیه بسیار قشنگه 8269 دلار ناحیه‌ای است که من دارم منتظر میشم پولبک ببینم واکنش رو به بالا و جز بایرا باشم اگر نمیدونین این پترن چی پترن مثلث سعودی کاملا میتونین در واقع یاد بگیرین خب بسیاری طلا که عجیب امروز همه الان اینه که چند بار بعضی از بچه ها سوالشون میاد آره نمیدونم چرا بچه ها رو چندین بار فرستادن این واگرایی هست باید تحلیل تکنیکال داشته باشین اول از همه باید تحلیل تکنیکال داشته باشین یه نکته دیگه هم خیلی برامون اتفاق میفته بچه ها ترید میکنن بعد ما قسمت پشتیبانی داریم بعد تو قسمت پشتیبانی بمباران میکنن آقا من ترید کردم ببندم باز کنم ببندم ما اصلا نه سیگنال به شما میدیم نه هرگز توقع داریم شما از سیگنال کسی پیروی کنیم اینایی که ما در واقع تو طول وبینار بهتون میدیم اینا سیگنال نیست اینا فرصت های معاملاتی از نظر من با توجه به هر استراتژی هر ای که ترید میکنین میتونین اینا رو ترید کنین پس بنابراین توقع سیگنال در واقع سیگنال نداشته باشین از ما ما هدفمون از روز اول تحلیل تکنیکال این بوده که به جای اینکه به شما سیگنال بدیم به جای اینکه به شما نون روزان ماهی بدیم واقعیت رو عرض میکنم بیشتر بهتون ماهیگیری یاد بدیم این هدف اصلی ما بود خب اینم از اون من چند تا سوال دیگه چون میخواستم زفت رو متوقف کنم چندتا تا سوال دیگه اینم آیا شکل کندل سیکا تو یه دقیقه هم داره؟ داره من نمیدونم چون این سوالو مرتب تکرار میشه همشه هم نتم قطع میشه استاد من نروژی امروز سل زدم درست بود ام. <applause> نه نه درست نیست راجبش صحبت کردیم درست نیست امشب وقتی از دید شما بازار نگاه میکنم خیلی بازار زیباست ولی از دید خودم اینطور نیست <applause> خب تغییر نگرش بده بازار رو تحلیل کن لذت میبری اگه بازار رو تحلیل کنی عمیم میگه می میخورم که چه زودتر از شما رو پیدا نکردم هزار دلار بی خود و بی جهت از دست دادم ببین هزار دلار در مقابل سودای آیندت که میخوای بکنی هیچی نیست پس نه افسردگی بگی نه ناراحت شو نه خودت رو از این بازار دور کن سعی کن از اون تجربت استفاده کنی از این CHF به بیزارم همیشه هم بچه CHF رو میخوام خیلی جالبه اصلا با. باید بیارم CHFN چارتی سندش اینا چیز خاصی نداره چیزی که داره یه ناهیه اینجا من دارم میبینم همین و یعنی نه ناهیش هم واقعا اونقدر خوب نیست نه جهت داره جهتش به نظر میرسه نزولیه خیلی چیز خاصی نیست عضو کانال تلگرام که راحت میتونی بشی برو کانال تلگرام ما اد کانال ما اطلاع رسانیه اگه گروه منظورته گروه کاملا کسایی هنگ که دوره رو میگذرونن دوره تحلیل تکنیکال به خاطر اینکه من اعتقاد دارم باید یه زبون باشه با هم راحت تر ارتباط برقرار کنم و به راحتی بتونن در واقع برن جلو سویسی دیلی نیستم یه چیز خاصی نداره سوئیسی دیلی به نظرم اتفاق خاصی روش نیفتاده کاملا داره میاد پایین باید ببینیم ناحیه بعدی کجاست فعلا ناحیه تشکیل نداده که ما بخوایم بگیم اومن جان دفعه دومه ارز میکنم خدمتون راجب انتقال پول این مسائل لطفا با بروکرتون صحبت کنید ما خیلی در مورد این مسائل دخالت نمیکنیم یورو به ین یورو به ین هم امروز بعدی بازار اینه که چون تعطیل بوده بازار لندن و آمریکا یه مقدار حرکت ها ناگست. بازار کاملا رنجه به نظرم خیلی ارزش نداره این بازار رو فعالیت کردن تو آلپری بر شکست داره میشه جا داره نه نگران نباش یه بروکر هیچ وقت مرسی پویانجا یه بروکر هیچ وقت بر شکست نمیشه این چیزای رقابتیه بسیار عالی محمد رضا میگه من یه ماه آموزش ها رو دنبال میکنم تا الان موفق شدم روی اکانت تست 2400 تو سود کنم بسیار عالی محمد رضا جان بسیار عالی اصلا راجع به باینری آپشن صحبت نمیکنم دیگه سوالی راجع باینری آپشن جواب نمیدم خیر تو بازار استاک لورج وجود نداره باین پاور وجود داره گروه یه گروه توی تلگرام هست مخصوص همه جا مخصوص بچه هایی که دوره رو گذروندن دوره تخصصی و یه دونه کانال اطلاع رسانی هم داریم نمیدونم اگه نگه داری میریزه یا نه نروژیان کرونو نمیدونم واقعا من پیش بینی نمی کنم بازارو بیت کوین ام 15 بیت کوین ام 15 م -م. نه چیزی رو نمیدونم خوشم نمیاد از این حرکتش من بیشتر الان ترجیح میدم بیت کوین رو دیلیش رو بگیرم که اون موقع حرکت زد یه هزار دلار بتونیم داشته باشیم رو محیات میگه یورو دی دیلی همینجا یورو دی رو بریم دیلیش رو ببینیم آه، یه دونه ناحیه جالب این بالا هست قیمت نرسیده به اون ناحیه است خیلی جای بدی قرار گرفته قیمت و فشار سلرا رو من دارم اونجا میبینم ترجیح میدم اینجا نباشم امین جالبه این سوالت خیلی جالبه میگی حداقل سرمایه که نیاز هست وارد فارکس بشیم که بتونیم درآمد پنج میلیون تومن در ماه داشته باشیم <applause> نمیدونم واقعا نمیدونم بگم که تو داری راجع به یه درآمدی صحبت میکنی میخوای سرمایه گذاری کنی آیا بازار دمو کار کردی استراتژی داری نمیدونم بیشتر این شاید یه ذره توهم به نظر بیاد تو میگی مایی پنج میلیون من درآمد داشته باشم چقدر سرمایه نیاز دارم اصلا باید ببینم بازار دمو کار کردی استراتژی چیه چقدر کار کردی بعد تو داری راجع یه عدد ثابت صحبت, صحبت میکنی بیشتر فکر میکنم باید بری همینجان با در واقع با دقت بیشتری آموزش ها رو نگاه کنی که چقدر جالب میتونه این حرف تو تعبیر بشه اونجا تو آموزش ها راجبه این انتظارات تو صحبت شده خیلی جالبه جالب بود برام در مورد نیوز های ادریس جان صحبت شده حتما برو اونا رو نگاه کن ویدیو رو بهزاد میگه چرا تریدر انگزشن از دست میدن بعد از یه مدت بعد از چند بار ضرر حتی خب خیلی راحت افسردگی میاد سر سراغت پول واقعی داری از دست میدی داری میبینی که خودت داری با تصمیم های اشتباه در واقع اذیت میکنه خودتو در واقع تریدات و پول و رو از دست میدی افسردگی میاد سراغت هی سعی کنی هی فکر کنی بعد از چند تا ترید استراتژیت کار نمیکنه راجب این در واقع حلقه های روانشناسی صحبت شده اگه دوست داشته باشید میتونید بری ویدیوها رو نگاه کنی خب میگه میگه سلام شروع بازارها در استراتژی شما تاثیر دارن خیر نه اصلا تاثیر نداره ما فقط تو بازارهایی کار میکنیم که بیشترین میزان خرید و فروشه عهد میگه درست استاد بهترین مربی خود آدم میتونه باشه چون شخصیت و فکر رفتار خودش رو بهتر میشه 100 صد درصد یکم در مورد پیندینگ رو توضیح بدیم راجب پیندینگ اردرا کاملا توضیح دادیم خیلی دیگه واردش نمیشیم بیتکوین رو هم تحلیل کردیم <laughs> علی جالب بود هیچی نوشته سریع لفت دادم. راجب به 2 پویان جان صحبت کردیم ویدیو داریم میتونی بری ببینی خب بسیار عالی اینکه طلای ایران قیمتش چرا با نفت جهانی نمیخونه خیلی دلایل مختلف با طلای جهانی نمیخونه خیلی دلایل مختلفی داره خیلی واضحه <applause> چیش به به جهان میخوره وقتی بازاری متصل نمیشه با بازار جهانی اصلا هیچ بالا رفتن و پایین رفتنم در واقع با هم در واقع کار نمیکنه اهرام مناسب برای تازه کارا یک به صد یک به 500 فرقی نداره تو دمو کار بکنین کاملا در واقع اینا میتونین به اینا برسین بسیار خوشحالم که هانا میگه از وقتی در واقع این ویدیو رو میبینه کامل عوض شد اسم کانالمون کانالمون تحلیل تکنیکال PTA 11 یازده توی تلگرام بزنی پی 11 پایین همه ویدیو تو یوتیوب ما گذاشتیم کانال تلگرامو بسیار عالی مهیاد جان خوشحالم که خوب یاد گرفتی <applause> سینا چرا الان الان دارم میبینم دقیقا دقیقا مهتی جان فارکس قول چراغ جادو نیست اون چراغ جادوه نیست فارکس یه تخصصه یه کاره اگر سهامی مثل شرکت اپل رو بخرم نگه دارم امکان سود سهام هم وجود داره آره دیگه باید نگه داری تا دیویدنت بدن داره. با گپ هم قابل قبول بریک اوت راجه این که گپ ها چه تأثیری دارن تو بازار صحبت کردیم میتونه قابل قبول بشه رضا میگه رضا جان راجب استراتژی من راجب تحلیل تکنیکال توی وبسایت برین وبسایت رو برین بالا پایین کن کلی اطلاعات ما گذاشتیم راجب دوره راجب استراتژی راجب جزئیاتش سر همه چی اطلاعاتش هست اگه میشه صدا رو یه خورده بیشتر کنیم <applause> این خیلی خوبه دیگه دارم قطع میکنم آه... بسیار عالی اگه حال روز من رو بدونی تا خود صبح گریه میکنی چرا, چرا باید گریه کنم؟ چه حال روزی داری؟ نمیدونم چرا خیلی از بچه ما از این پیغام ها انقدر زیاد میگیریم یه کاری رو میخوای شروع کنی ضرر کردی کردی تموم شده گذشته رو نمیتونی تغییر بدی اما میتونی آیندت رو امروز تغییر بدی افسردگی نباید بیاد همه مشکلات دارن همه زندگیشون سخته نه فقط تو ایران تو بقیه دنیا هم همینجوره پس بنابراین این یک بار با خودت رو راست باش صاف و صادقانه به جای اینکه ای افسردگی بگی من افسردگی دارم حال و روزم بده بلند شو تصمیم بگی تغییر بده همه چیزو همه سختی دارن همه ناراحت میشن همه تو روزشون همیشه خوشحال نیستن اما اینکه بگی حال و روز من وای من بدترین حالت رو دارم نه بلند شه خودتت تغییر بده افکارتو تغییر بده تغییر از همین الان شروع میشه تلاش باید بکنی باید برسی تو استقراش داری قوی باش هر کاری بخوای بری سراغش همینه یه نفر پزشکه یعنی 8 سال درس میخونه به جایی نمیرسه بعدن هی نمیدونم یکی میره خلبان میشه ده هزار ساعت بعد هر شغلی به یک میره کوزگر میشه پاتری میکنه کوزه درست میکنه بعد هی پاشو تکون بده اونم میتونه افسرده باشه از افسردگی راه چاره نیست ناراحتی راه چاره نیست گریه کردن هم راه چاره نیست حتما اگه شخصیت تلاشی داری ببین اول از همه خیلی ویدیو رو نگاه کن راجب این صحبت که هم چجوری بیای گذشته تو عوض کنی اشتباهات تو بنویس بعد سعی کن تکرار نکنی اون اشتباهات رو که ناراحتت بکنه هر چیزی که ناراحتت نمیکنه هر چیزی که ناراحتت میکنه حس کن از کارت خب بسیار عالی نه به استفاده آموزش منتا تریدر 5 رو هم داریم درست میکنیم همه شرایط مالی سختی دارن اصلا بهونه نکن شرایط مالی سخت از افکارت میاد کتاب بخون کتاب ریچ گیت پور دد رو بخون متوجه میشی کتاب در واقع باقر... او انقدر کتاب ما گفتیم تینک اند گرو ریچ تو با فکر خودت شرایط مالی تو میتونی تغییر بدی همه شرایط مالیشون سخته اصلا دلیل نیست با هر کی حرف میزنی و هر کی برای خودش اونی هم که سرمایه داره وارن بافتم هم شرایط مالی سختی از نظر خودش داره پس شرایط شرعت هر شرایطی نسبیه برای اون یکی اینا همه بهونه است شرایط مالیم سخته کارم سخته زندگیم سخته من تو ایران زندگی میکنم اینا چیزایی که میشنوم هر روزا من نمیتونم من استعدادش ندارم من تریدام برعکس میشه من باید این کار رو انجام بدم من همش من 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 همه ساختارا رو بشکن یه بار در هم بشکن خودت رو بشین خیلی منطقی بشین جلو آینه خودت رو نگاه کن ببین تا الانی که اینجا رسیدی تا همین امروز ببین چه اشتباهایی رو کردی تو تریدت از همین امروز تصمیم میگه اونا رو متوقف کن هیچ لزومی نداره با بازار ریل بری تو با بازار دمو برو اصلا فان داشته باشه لذت ببر از این کار برو اصلا با این بازار بازی کن یه هفته یه ماه دو ماه آینده تصمیمی با این بازار بازی کنی لذت ببر از اینکه با این بازار کار میکنی نیازی نیست سرمایه بذاری خب بسیار عالی بسیار خوشحال شدم که امروز هم در واقع با شما همراه بودم امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالاتتون رو بدم پیشا پیش اسخایی پیش و میکنم اگه جواب سوالی رو در واقع از قلم انداختیم اون چیزایی که مهمترین بود در واقع بچه ها معمولا گلچی میکنن. به من برای من میفرستن که من بتونم بخونم حتماً طی هفته آموزش های جدید ما رو دنبال کنین امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشین و تا جلسه آینده و وبینار دیگه ای بدرود